Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Είπατε αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, το Solidarity Now και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου τις διεθνείς οδηγίες για τη φροντίδα ασθενής στο σπίτι, στα Φαρσί. خبر رو منتشر کنید، نه ویروس را. Solidarity Now, UNHCR و pod.gr در همکاری با هم از طریق یک سری پادکست از شما پشتیبانی می کنند. به دستورالعمل‌های بین المللی مراقبت از بیماران در منزل به زبان فارسی گوش دهید. خبر رو منتشر کنید، نه ویروس را. در مبارزه برای کاهش انتقال ویروس کرونا همه ما یک تیم هستیم. آگاه میمانیم، احتیاط میکنیم، امن میمانیم و از اطرافیانمان حفاظت میکنیم. دستورالعمل مراقبت از بیماران مشکوک به ویروس کرونا در منزل. بیمارانی با علائم خفیف و کسانی که هیچ بیماری جدی دیگری مانند بیماری‌های قلبی تنفسی، مشکل کلیه، نقص سیستم دفاعی بدن و غیره ندارند، میتوانند در خانه درمان شوند. همچنین بیماران مبتلا شده‌ای که در بیمارستان بستری شده بودند و مرخص شده‌اند نیز می‌توانند به درمان در خانه ادامه دهند. این تصمیم باید بعد از آزمایشات دقیق پزشکی و پس از آماده کردن شرایط مناسب برای مراقبت در خانه و ارتباط مداوم بیماران با افراد متخصص گرفته شود. در مورد مراقبت فرد مبتلا شده در خانه نکات زیر توصیه می‌شود. بیماران و خانواده‌های آنها باید آموزش ببینند تا مراقبت‌ها و پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران در خانه را انجام دهند. بیمار باید در یک اتاقی که هوای تازه مرتباً جریان داشته باشد و فقط خود او از آن اتاق استفاده می‌کند مستقر باشد. تعداد افرادی که به بیمار رسیدگی می‌کنند هر چه کمتر باشد بهتر است. بهترین حالت این است که یک نفر باشد و فردی که بیماری برای او خطرناک نیست. به طور مثال، افراد سالمند یا کسانی که خودشان بیماری‌های مزمن دارند وارد نکنید. ملاقات با بیمار ممنوع است. افراد دیگر خانواده در اتاق‌های دیگر اقامت کنند و اگر این موضوع امکان پذیر نیست، فاصله مناسب با بیمار را حتما حفظ کنند. این فاصله حداقل 1 متر دورتر از بیمار است. رفت آمد بیمار به مکان‌های مختلف خانه باید به حداقل برسد و جاهای مشترک خانه به خوبی تعویض هوا شود. فردی که به بیمار رسیدگی می کند حتما از ماسک جراحی ساده یک بار مصرف استفاده کند و از دست زدن به ماسک خودداری کند. اگر ماسک آلوده و یا مرطوب شد حتما آن را دور بیاندازید. همچنین بعد از استفاده حتما ماسک را باید دور انداخت. بعد از رسیدگی به بیمار دست ها باید 20 ثانیه و به طور کامل شسته و ضد عفونی شوند. این کار بعد از هر گونه تماس با بیمار و محیط اطراف او الزامی است. به خصوص زمانی که آشپزی می کنید و یا غذا می خورید، بعد از استفاده از توالت یا هر زمانی که دست کثیف به نظر می آید. همچنین می توانید از ضد عفونی کننده های الکلی استفاده کنید. بعد از شستن دست ها تلاش کنید از دستمال یک بار مصرف استفاده کرده و اگر امکانش نیست، و از حوله پارچه‌ای استفاده می کنید، هر بار آن را با حوله تمیز تعویض کنید. رعایت سلامت تنفسی از طرف همه مخصوصا فرد بیمار ضروری است. هنگام عطسه یا سرفه همیشه دهان و بینی خود را با استفاده از ماسک جراحی ساده یک بار مصرف، دستمال کاغذی و یا حتی قسمت داخلی آرنج بپوشانید. البته در نظر گرفتن بهداشت دست‌ها، دور ریختن دستمال‌ها و وسایل آلوده شده در هنگام پوشش دهان و بینی الزامی است. و اگر یک بار مصرف نیستند بعد از استفاده با دقت شسته شوند. از تماس مستقیم با مایعات بدن مخصوصا آب دهان، خلط و یا دیگر موارد ترشحات تنفسی دوری کنید. از تماس مستقیم دست با مطبوع خودداری کرده و از دستکش استفاده نمایید. بهداشت دست ها را رعایت کنید. وسایل مورد استفاده بیمار مثل دستکش، ماسک و دستمال کاغذی که آلوده شده اند را داخل کیسه های دربسته بریزید. از تماس مستقیم با لوازم آلوده شده بیمار مثل ظرف ها، لیوان ها، کارد و چنگال، حوله، بشقاب ها و ملافه ها خودداری کنید. نظافت و ضد عفونی کردن روزانه سطوح اتاق و لوازم اتاق با مواد شوینده ضروری است.
صابون معمولی خانگی یا مواد شوینده باید ابتدا برای تمیز کردن استفاده شود و بعد از شستشو از ضدعفونی کننده کلر خانگی که حاوی نسبت 1:5 است و یا از سفید کننده رقیق شده 5% استفاده شود. نظافت توالت هر روز به همین روش باید انجام شود. برای جلوگیری از تماس مستقیم با پوست و لباس‌های دیگر، لباس‌های کثیف، حوله و ملافه‌هایی که برای شستشو جدا می‌کنید، در یک کیسه جداگانه در بسته بگذارید. تنظیم آب ماشین لباس‌شویی را در دمای 60 تا 90 درجه سانتیگراد قرار داده و بعد از شستشو اجازه دهید لباس‌ها کاملاً خشک شوند و بعد استفاده نمایید. هنگام تمیز کردن سطوح یا دست زدن به لباس یا کتانی کثیف از دستکش و لباس محافظ به عنوان مثال پیشبندهای پلاستیکی استفاده کنید. بهداشت دست را قبل از گذاشتن و بعد از برداشتن دستکش انجام دهید. بیماران تا زمان برطرف شدن علائم در خانه بمانند و از نظر پزشکی باید ارزیابی شوند. تمام اعضای خانواده بیمار به عنوان مخاطبین نزدیک در نظر گرفته می شوند و باید بر سلامتی آنها نظارت داشت. در صورت بروز علائم عفونت تنفسی مانند تب، سرفه، گلودرد، مشکل در تنفس، فوراً با پزشک خود یا EOD شماره تلفن 1135-210-5212-054 تماس بگیرید تا دستورالعمل دریافت کنید. مدیریت مخاطبین افرادی از قبیل مراقبین و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی که در معرض اشخاص مشکوک یا تعیین شده بیماری قرار گرفتند، مخاطب محسوب می‌شوند و باید از آخرین روز تماس احتمالی 14 روز بر سلامت آنها نظارت داشت. در صورت بروز علائم بیماری تنفسی مانند تب، سرفه، گلودرد، مشکلات تنفسی یا اسهال فوراً به پزشک اطلاع داده شود. توصیه می شود ارتباط مستقیم تلفنی حتی روزانه با کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در تمام دوره نظارت انجام شود. افراد در نظر گرفته شده برای تماس‌های نزدیک در صورت لزوم باید دستورالعمل انتقال را به یک مرکز مراقبت‌های بهداشتی تعیین شده داشته باشند. از جمله یک اطلاع قبلی به مرکز دریافت کننده پزشکی مبنی بر ورود یک بیمار مبتلا. 2. در حین مراجعه برای مراقبت، مخاطب باید ماسک جراحی ساده داشته باشد. 3. در صورت امکان از حمل و نقل عمومی برای انتقال بیمار استفاده نکنید. آمبولانس را می توان با شماره 166 فراخوانی کرد و یا بیمار را می توان با یک وسیله نقلیه شخصی منتقل نمود، اما همه پنجره های ماشین باید باز باشند. 4. برای برقراری بهداشت تنفسی، پوشاندن دهان و بینی در هنگام سرفه و عطسه، استفاده از ماسک جراحی ساده یا آرنج و رعایت بهداشت دست توصیه می شود. همچنین فاصله ایستادن یا نشستن حداقل 1 متر از دیگران باید رعایت شود. در آخر، هر گونه سطوحی که در هنگام انتقال بیمار با ترشحات تنفسی و یا مایعات دیگر بدن برخورد داشتند، باید با صابون یا مواد شوینده تمیز شود و سپس با یک محصول خانگی معمولی حاوی محلول سفید کننده رقیق ضد عفونی شوند. ما تسلیم ترس نخواهیم شد. امن بمانید. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr, που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. پادکست توسط سالیداریتی ناو با همکاری UNHCR و pod.gr تهیه شده است که اطلاعات مفیدی را به پناهندگان و مهاجران ساکن یونان می‌دهد. پادکست را می‌توانید در وبسایت سالیداریتی ناو، در وبسایت pod.gr، در وبسایت UNHCR، help.unhcr.org، در اسپاتیفای و در پادکست های اپل یا هر کجا که از تلفن همراه خود می توانید به پادکست ها گوش دهید پیدا کنید.